به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و عرض ادب خدمت همه شما خوبان و همراهان خوب دو شبکه ملی و ملی اسپورت. خوش آمدید به یکی از دیگر برنامه های افتخار. طبق معمول باز هم میلاد نجیب با جمع از تیم مستعد و پرکار خودم در یکی از دیگر برنامه ها در حضور شما قرار دارم. انشاءالله که تا پایان بیننده این برنامه باشید و ما را همچنان یاری بکنید. رقابت های جام فوتبال جام حذفی کابل برگزار شد که سرانجام به پایان رسید. در همین مورد بیشتر صحبت میکنیم با مهمانانی که عضویت تیم فوتبال اردوی وزارت دفاع ملی را دارند و در مورد قهرمانیشان که چند پیش توانستن از صد تیم سرمیاشت در دیدار نهایی عبور بکنن هستم. هر یک عبداللطیف، مرتضی و مصطفی، بسیار تشکر مهمانو دوربینای ملی و ملی اسپورت و شبکه ملی افغانستان در حضورتان است. سلامت باشین، تشکر از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. عبداللطیف اسمت هستم، بازیکن تیم اردو و همچنان به نمایندگی از تیم اردو کاپیتان هستم. بسیار خوب. در کنار ما قاری صاحب مرتضی هم هست، مصطفی. نامایتان بسیار مشابه است دیگه، ببخشین. مصطفی جان دوربینا در اختیارت است. سلامت باشین، تشکر از شما. به نام خداوند، مصطفی وحیدی هستم، عضو تیم اردو و همچنان یکی از بازیکنانی که در مرکز فوتبال بسیار خوب. روی پوزیشن و دیگه موردها صحبت میکنیم. قاری صاحب مرتضی هم هست، کسی که عضویت تیم فوتبال اردوی وزارت دفاع ملی افغانستان را داره. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما همکارایتان و تمام کسایی که از پرده تلویزیون ما را میبینند. مرتضی ارغندوال هستم، منیجر و یکی از بازیکنان تیم فوتبال اردو. بسیار خوش آمدید، بسیار تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتید. عبداللطیف جان، بیایم ابتدا از اینجا آغاز بکنیم که رقابت های جام حذفی فوتبال کابل میان چند تیم از چه زمانی استارت خورد و آغاز شد؟ این رقابت ها که بین 32 تیم بود که البته از 3 لیگ کابل بود، لیگ الف کابل بود، لیگ برتر کابل بود و لیگ سوپر لیگ بود که تیمای قوی بودن که توانستیم با کمک دوستا که بودن توانستیم مقام اول بگیریم در لیگ. 32 تیم بسیار تیمای پرقدرت بودن در لیگ، به گفتمان از 3 لیگ بود و ما توانستیم با بسیار اون توانایی و همکاری دوستا مقام اول بگیریم. بسیار خوب. مصطفی جان، در مورد حضور تیم ها بر ما میگه، در مورد سطح برگزاری رقابت ها میگه، چون عبداللطیف اشاره کرد که میان 3 دسته از فوتبال کابل برگزار شد، لیگ برتر کابل، همچنان لیگ ای کابل و لیگ سوپرلیگ کابل، سطح برگزاری رقابت ها از دید خودت چگونه بود؟ خب این تورنمنت که آغاز شده بود، یعنی اون قسمی که لطیف جان گفت، از 3 گروه تیما اشتراک داشتن و سطح بازی هم میانه خوب بوده، بسیار اساس از طرف فدراسیون فوتبال، همچنان یعنی نفریا و کمک داورا، اینا بسیار زحمت کشیدن و همچنان حضور تیما واقعا تورنمنت جذاب ساخته بود و انشاءالله ما توانستیم که مقام اول را بزنیم. بسیار خوب، بسیار تبریک باشه براتان. و در مورد عمل کرده قاری مرتضی ازشان صحبت میکنیم که در این رقابت ها چه عمل کردی از خود نشان داد، در کدام قسمت زمین فعالیت داشت، کدام گلی به ثمر رساند یا خیر؟ خب من پوزیشنم تقریبا سنتراف است. بسیار خوب. گاهی سنتراف بازی میکنم و گاهی فاروارد. بسیار خوب. و در این مسابقات پاس گل دادم اما گل نزدم. بسیار خوب. مگر من حیث جمع تیممون بسیار خوب فوتبال کرده تمام بازی ها، که قسمی که لطیف جان و مصطفی جان گفتن، اونا تا بازی فاینال هم رسیدیم، خوشبختانه قهرمان شدیم. بسیار خوب. و عبداللطیف، در مورد سخت‌ترین بازی خود بر ما میگه، سخت‌ترین بازی را در برابر کدام تیم انجام داری که با مشکل او را شکست داده باشین، کارتان کمی سخت کرده باشه؟ خوب، سخت‌ترین بازی ما فکر کنم بازی با تیم داودزی بود. بسیار خوب. که یگان مشکلات در میدان به وجود آمد، باز سخت‌ترین بازی ما همو بود. بازی برابر تیم فوتبال داودزی. داودزی. از چه نگاه سخت بود؟ قدرتمند بودن؟ فیزیک بالا داشتن؟ یا اینکه به سادگی بازی را واگذار نمی‌کردن؟ همو گپ خود شما، همو به سادگی بازی را واگذار هم نمی‌کردن و یگان مشکلاتی که خود اونا
با داور ایجاد کردن و یکان مشکلات دیگه که بود همو یک ذره یک مار از نگاه ذهنی ضعیف ساخت و صحیح بازی نتانستیم در مقابلشان. بسیار همو سخت‌ترین بازی ما بود که بازم در آخر با وجود همو قدر مشکلات هم تانستیم از صدرش بگذاریم و شکستش بدیم. بسیار منتها سخت‌ترین بازی ما همو بود. بازو بازی را با نتیجه چند بردین؟ اون بازی را با نتیجه در بازی مساوی کردیم، باز در پنج پنالتی تانستیم از صدرشان بگذاریم. ضربات پنالتی زنب. یعنی حریف سختی بوده که کار به ضربات پنالتی و وقت اضافه کشید. به مو خاطر اشارام کردم گفتم سخت‌ترین بازی ما هم بازی با داوود زایی بود. بسیار خوب به شما بر میگردیم، بریم یک بسته تصویری آماده نشر است با هم ببینیم و خیلی زود و سریع بر میگردیم. شهر دشت دید گل و گلستان وطن، ردی وطن کرزمون گران افغانستان وطن، رب دی وطن کرزمون گران افغانستان وطن، شهر دشت دید گل و گلستان وطن، رب دی وطن کرزمون گران افغانستان وطن، رب دی وطن کرزمون گران افغانستان وطن، دا آبادی پلور دی بیای کلی عزم ظلمو، 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 ستا جوڑی دو تا مٹین غشتی هر افغان وطن، رب دی وطن کرزمون گران افغانستان وطن، شهر دشت دی دا گل و گلستان وطن، رب دی وطن کرزمون گران افغانستان وطن، رب دی وطن کرزمون گران افغانستان وطن، ستا هر یو بوټی دا لونګ او هم ګلاب او ریحان، ستا هر یو بوټی دا لونګ او هم ګلاب او ریحان، ستا هر یو کانی د یاقوت لال او مرجان وطن، رب دی وطن کرزمون ګران افغانستان وطن، شهر دشت دی د ګل او ګلستان وطن، رب دی وطن کرزمون ګران افغانستان وطن، رب دی وطن کرزمون ګران افغانستان وطن، بیا دی د اور او د جګړې میدان خدای ما جوړوا، بیا دی د اور او د جګړې میدان خدای ما جوړوا، کورشی د سولی او د امن په جهان وطن، رب دی ودان کرزمون ګران افغانستان وطن، شهر دشت دی د ګل او ګلستان وطن، رب دی ودان کرزمون ګران افغانستان وطن، رب دی ودان کرزمون ګران افغانستان. درود مجدد ما را از استودیوی مرکزی رادیو تلویزیون ملی افغانستان از کابل پذیرا باشید. هایلایت بازی دو تیم سرمیاش در برابر تیم قهرمان این دوره از رقابت‌ها، یعنی تیم فوتبال اردوی وزارت دفاع ملی بود که با هم دیدیم در بازی نهایی توانستند که تیم سرمیاش تا با نتیجه 3-0 شکست بده و با اقتدار بر سکوی قهرمانی رقابت‌های جام فوتبال پسوی کابل تکیه بزنن. مصطفی جان در مورد بازی ها بر ما بگو، خودت در کدام قسمت زمین فعالیت داری، کدام گلی به ثمر رساندی، پاس گلی چه عمل کردی داشتید این بازی ها؟ من را تسونم در طولامن چه بود نو مبویلی چه یعنی ما قرمان سلو او دی مخبل فیل چه در میدان که هف بک ارتوائی فوربال که نو ما کوشش دیر پدی که چه فاروردانو تا پاس ور واچو، یعنی دموګ پوزیشن دانه د سم ګول سازی وکړ، ګول تنیس دی وسی کو، یعنی موږ ګول سازی کول او پاسونه فارواردان ته چاو، نو په دې رقابتونو کې موږ یعنی زو توانیدم چې دا پاس ګول ورک.
بسیار خوب. و پوزیشن خود دقیق جاییست که باید فاروردها و مهاجمها را تغذیه بکنی، پاس بیتی که گل بزنن، موقعیت سازی بکنی و مهمترین بخش زمین هم خودت باید عهده‌دارش هستی، باید مدیریت بکنی و کاریز بسا مشکل. ما کمی در مورد فوتبال میفهمم کمتون و تعقیبم میکنم. قاری صاحب مرتضی در مورد برنامه های تیم فوتبال اردو بر ما بگه که حالا که رقابت ها هم با قهرمانی سپری شد، برنامه تیم فوتبال اردو چه هست؟ امکاناتی که تیم فوتبال، البته وزارت دفاع ملی افغانستان در اختیار تیم فوتبال اردو قرار داده، بسنده است؟ خب قهرمانی کابل اولین هدف من بود در پروسه‌ای که ما شروع کردیم. بله. هدف بعدی من اشتراک در مسابقات ACL یا لیگ قهرمانان افغانستان است. بله. که انشالله سال بعد در او اشتراک میکنیم. بسیار. و جدا از او شورای بین المللی ورزش های نظامی، بله، یا سیزم، بله، که در سال 1948 در شهر نیس فرانسه، بله، افتتاح شد و تقریبا فعلا 127 کشور عضو سازمان هستند. بسیار خوب. و شامل والیبال، فوتبال، نشانزنی، ورزش های اتلتیک و ورزش های رزمی است. ما انشاءالله تصمیم داریم که خود آماده او مسابقات کنیم. بسیار خوب. و وزارت دفاع از زمانی که ما این پروسه را شروع کردیم همیشه حمایت کرده، همیشه تشویقمون کرده، میدان تمرینی در اختیارمون مانده. بله. در ختم مسابقاتی که ما قهرمان شدیم، بله، و مبلغ 2,000,000 افغانی جایزه برای بازیکنان ما اختصاص داد. وزارت دفاع دیگه. وزارت دفاع. بله. بله. بسیار. فدراسیون کدام چیزی؟ فدراسیون متاسفانه در یک سال آخر، حتی بله، کسایی که کارمندای خود فدراسیون هستن یک سال میشه معاش ندارن. بله. حتی 5,000 افغانی معاش ندارن. بله، بودجهشان به تعلیق درآورده شده. از این خاطر سالی که تیر شد مسابقات سوپر لیگ، مسابقات لیگ برتر، گروپ ها A, B و C، تمام این مسابقات لغو شد به خاطر نبود بودجه. بله. و خب طبعا طبیعی دیگه زمانی که بودجه نباشه باز حمایت خاصی هم نمیشه و اونا غیر از کپ و بعضی از تقدیرنامه دیگه چیز خاصی به ما تعلق نگرفت. بسیار خوب. یعنی حمایت شدین در کل، حمایت معنوی شدین. حمایت از طرف وزارت شدین. بلا. حمایت معنوی از سوی فدراسیون فوتبال. بلا. حمایت مادی از سوی وزارت دفاع. آه. بسیار خوب. و چه یک عزم و اراده خوبی، چه برنامه خوبی. ACL بالاترین، در حال حاضر بالاترین سطح فوتبال است در افغانستان. رقابت های راهیابیش هم برگزار شد و دو تیم که باید بیایند در لیگ قهرمانان افغانستان با 10 تیم دیگر رقابت بکنند مشخص شد. یکی به نمایندگی از ولایت هرات، دیگری فرا، دیگریش هم فکر کنم فاریاب. فاریاب، بله، سرسبز یاشلر فاریاب است که انشاءالله اونا هم عملکرد خوبی داشته باشند در رقابت های ACL یا افغانستان چمپیونز لیگ. در مورد بازی ها برای ما بگو عبداللطیف جان، تیم در کل، تیم اردوی وزارت دفاع ملی افغانستان با غلبه با بر چند تیم توانست که به این مقام دست پیدا بکنه؟ یعنی شما در میان این مسابقه که در میان 32 تیم برگزار شده بود چند تیم شکست دادین، چند تیم در کل شکست دادین که سرانجام آمدین بر سکو قهرمانی ایستادین؟ خب البته قسمی که از نام از جام معلوم بود جام حذفی بود، یعنی هر بازی یک فینال بود. بله. از 32 تیم که شروع کنیم تا فینال 5 بازی سخت را ما گذراندیم تا، بله، که در فینال بازی ها رسیدیم. بله. البته 5 بازی، هر بازی که می باختی حذف می شدی و هر بازی که می بردی پیش می رفتی. بله. گفتم هر بازی یک فینال بود برام. بله. بازی های حذفی بود که تانستیم خوشبختانه، البته در گروه ما بسیار تیمای قوی بود که تانستیم 5 بازی را پشت سر بگذاریم و بیایم به فینال و فینال هم خوشبختانه اونه. فینال در برابر تیم سرمیاشت بود. سرمیاشت بود. بله. بسیار خوب. نتیجه بازی هم 3-0 و نتیجه بازی هم 3-0 به نفع ما بود. بله. بسیار خوب. رقابت ها در قاضی استادیوم برگزار شد. رقابت ها در قاضی استادیوم بود. بله. بسیار خوب. یعنی امکاناتی که فدراسیون و وزارت دفاع در اختیارتان قرار داده بود قناعت بخش بود، راضی کننده بود؟ خوب بود. وزارت دفاع را ازش تشکری میکنیم چون بازیکنان را تشویق هم کردن و اون امکاناتی که بود در اختیارشان ماندن و خود فدراسیون و دیگه پروژه هایی که مربوط فدراسیون میشد، اون قسم که قاری صاحب گفت که
خودشان بیچاره از لحاظ معنوی بسیار کمک کردن، اما از لحاظ مادی بله. خودشان در مشکلاتی که بودن نمیتونستن که ما را کمک کنن. بسیار خوب. بله. مصطفی جان، در مورد ترکیب تیم اردو بر ما بگو. ترکیب تیم اردو متشکل از سربازا و کارکنان خود وزارت دفاع است یا اینکه بیرونی هم هست؟ بازیکنان بیرونی هم در اختیار داره تیم فوتبال اردو؟ من نه تاسو نه اردو تیم سه کلا تشکیل ده. بله. نو په هغه وخت کې د وزارت دفاع په همکارۍ باندې چې په دې کې هم د وزارت دفاع بعضی سربازان دي او مجاهدین دي. بله. هم دسه بیرونی مکسره لوبغاړي هم شته دي. مثلا دا ترکیب جوړ کړی ده او یعنی لوبیږي په فوتبال لوبغاړي کې. بسیار خوب. قاری صاحب، در مورد خریداری بازیکنان، در اختیار گرفتن بازیکنان بیرونی به خاطر تقویت تیمتان، گاهی با مسئولان وزارت دفاع صحبت کردین که ترکیبتان بیشتر از این قوی بشه، یعنی بازیکنان خوبی را، بازیکنان تیم ملی را، بازیکنانی که در کلاس یک فوتبال افغانستان بازی میکنن برای تیمتان پیشنهاد دادین تا اینکه خریداری بشه، تا اینکه تیمتان قدرتمندتر از گذشته بشه؟ خیر. خب طبیعی است زمانی که ما بخوایم رقابت کنیم با تیمای ایسیل افغانستان، بله، ما باید بازیکنایی داشته باشیم که در سایه ملی تجربه داشته باشن و در سطح بالای افغانستان فوتبال بازی کنن. بسیار خوب. ما در هر بخش میدان فعلا هم تقریبا 3 یا 4 ملی پوش داریم از ردای سنی 20 سال، 19 سال، 18 سال و داینده هم این پروسه ادامه داره و ما کوشش میکنیم بازیکنای بیشتر را جذب کنیم. بسیار خوب. به شما برمیگردیم. بریم با هم برترین گل‌های تیم فوتبال اردو را که همکارا آماده نشر کرده ببینیم و خیلی زود برمیگردیم. مدافعین تیم سرمیاش فرتاب کارنر از طرف بازی کن. گل میشه این توپ. چی کسی گل را میزند؟ با یک حمله حساب شده با فرتاب یک کارنر زیبا بالاخره تیم اردو نتیجه را به نفع خود میکشانند، بازی را 1-0 میکنن به نفع خود. دوباره شروع میکنن بازیکنان سرمیاش، پاس میدن پشت‌سر، فرتاب میکنن، دوباره پاس کاری بازیکنان اردو در مرکز میدان پشت مدافعین. فرتاب بسیار عالی، بسیار زیبا، دوباره گل چیپ میزنه این بازیکن. چیکار میکنن گفتم؟ خب بازیکنانی که سعی میکنن حملاتشان را پشت مدافعین، فرتاب و سانت توپ در پشت مدافعین که چندین بار است که سرعت میگیره، بالاخره از این طریق نتیجه رسیدن نتیجه را گرفتن. دوباره فاس زیبا، دوباره توپ گیری زیبا از طرف بازیکنان اردو. فرصت دارن که گل سوم را به ثمر برسانن. چیکار میکنن؟ گفتم که گل سوم، بالاخره تیم سرمیاش گل سوم را میخوره. این بازیکنان اردو است که نبض بازی را به نفع خود کشیدن، بالاخره موفق شدن. در برترین لحظات بازی نهایی دو تیم فوتبال اردوی وزارت دفاع ملی و همچنان تیم فوتبال سرمیاش بود که با هم دیدیم سرانجام تیم فوتبال اردو توانست سرمیاش تا با نتیجه 3-0 شکست بده و یک خط و مش در فوتبال کابل و افغانستان برای حریفان ترسیم کرده باشند. عبداللطیف جان، در مورد رقابت‌های بیرون مرزی بگو، کدام رقابت‌های بیرون مرزی هست که تیم فوتبال اردو به او آمادگی داشته باشه؟ میشه قاری صاحب اشارت داشته باشه در مورد رقابت‌های بیرون مرزی فوتبال به نمایندگی از بخش نظامی فوتبال افغانستان؟ خب در قسمی که پیشتر من گفتم، بله، مسابقاتی که بین از طرف سازمان سیزم، بله، برگزار میشه، یک پیغام روان میکنن به بخش نظامی هر کشور، بله، و خواستار اشتراک در مسابقات میشن. بسیار. و انشاءالله ما سال آینده تصمیم داریم که در مسابقات اشتراک کنیم از برنمایندگی از فوتبال وزارت دفاع افغانستان. بسیار خوب. باز مشخص است که در رقابت ها چند تیم، چند کشور اشتراک؟ 127 کشور است. و میزبانش کدام کشور است؟ میزبان مشخص شده قسمی که شده. بیشتر گفتم فرانسه. بسیار. کشوری بود که اونجا تأسیس شد این نمی سازمان. بسیار. و اکثرا در خود کشور فرانسه برگزار میشه و سال 2022 در کشور روسیه بود.
بسیار خوب. این حالا باز فرق میکنه هر سال. بسیار خوب. جایش چنج میشه. بسیار خوب. عبداللطیف جان، در مورد تمرینات تیم فوتبال اردو برای ما بگو. خود تیم اردو مکان مناسب داره به خاطر تمرینات یا اینکه در قاضی استادیوم و فدراسیون فوتبال تمرینات خودشان رو پیش میبره؟ از تشکیل تیم اردو تقریبا مدت 8 ماه میشه که مکانهای مختلف بوده. قبلا که تیم اردو تشکیل شد در بعضی از میدانهایی بود که اوج امکانات کم بود. فعلا در خود قاضی استادیوم تمرینای ماست. هفته یک روز تمرین داریم که برنامه بعدی انشالله که هفته دو روز و سه روز از تمرینات ما. بسیار. برای فعلا هم هفته یک روز است و بعض میدانهای دیگه هم در امکانات که داشتیم، یکیش میدان لیسه امانی بود. بسیار. که یک مدت اوجه تمرین میکردیم. فعلا فقط هم فدراسیون غازی استادیوم است که در اوجه تمرین میکردیم. به خاطر تمرین. باز کدام پیشنهاد دادین به خود وزارت دفاع که بر خودتان مشخص یک میدان ورزشی، یک ورزشگاه برای تمریناتتان آماده بکنن؟ بله، پیشنهاد هم دادیم و اونا هم تعهد دادن که بخیر داینده بتانن یک میدان خوب برای ما جور کنن که بتانیم در اوج تمرینات ما را ادامه بدیم. بسیار خوب. مصطفی جان، در مورد عمل که البته بک‌گراند فوتبالی خود برای ما میگه، پیش از این که بیای عضویت تیم فوتبال اردو را بگیری، در لیگ‌های دیگر، در تیم‌های دیگر توپ زدی یا اینکه نخستین تجربه ایت است؟ من اون لذت سنا نو پدی سطح زموگ لمری تجربه دسته. مثال پدی تورنمنت که مقبول بیدلو. بله. مخکل اگر نه ما محلی فوتبال شه مخبل پیکلو بی که ولی پر مختلف تورنمنت که مشترک کاو. بله. نو پر اردو تیم که سراغله ما دامه لمری زال تجربه دسته. یعنی لوب پیکوم او بدی سطح بلند رسیدلای یک تیم با سطح بلند بازی میکنه. بسیار خوب. این سوالو میخوام از قاری صاحب مرتضی داشته باشم. کدام تیم دیگه هم بوده، تیم ناماشنا که خودت در گذشته دو توپ زده باشی؟ خب من طفولیت ما در کشور ایران سپری کردم. بسیار خوب. تا 15 سالگی را اونجا بودیم و اونجا در تیم نونهالان ابو مسلم فوتبال میکردم. بعد از زمانی که نو کابل آمدیم در تیم باختر بودم. بسیار. مدت 3 سال و بعد از او در تیم فوتسال زیاد اشتراک داشتیم تا ای که با تیم اردو معرفی شدیم و فعلا در تیم اردو هستیم. بسیار. و یعنی در کشوری بودی که واقعا فوتبال خیز است، خیلی توجه داره به فوتبال. معمولا کسایی که مهاجر بوده به کشور ایران در بخش فوتبال و کسایی که مهاجر بوده به کشور پاکستان در بخش کرکت فعالیت داشته، که حالا ما خوشبختانه می دو ورزش خوبی را بنیانگذاری شده در افغانستان سرمایه گذاری میشه و روش کار میشه. انشالله که تیم فوتبال ما هم در حد و اندازه تیم ملی کرکت ما یک روزی باشه و عمل کردش چون ورزش کرکت ما شبه. قاری صاحب، البته عبداللطیف قاری صاحب اونجا. عبداللطیف جان، از برنامه های آینده بر ما بگوین. قرار است که چه کارهایی را شما پس از قهرمانی در تیم اردو انجام بدین؟ قسمی که قاری صاحب گفت، به آینده برنامه های زیاد داریم که آمادگی برای مسابقات که سطحش بسیار بالاست، که لیگ قهرمانان افغانستان است، آمادگی برای او داریم و تمرینات مختلف دیگه که مربوط فوتبال میشه دا آینده انشالله آمادگی برشان زیاد داریم. بسیار خوب. و رایافتن به PCL هم کاریست بسا مشکل و بدون شک باید تمرین بیشتر باشه، بازیکنهای خوبی را در اختیار بگیرین تا اینکه در او تورنمنت معتبر شما راه پیدا بکنین. بریم با هم یک بسته تصویری را میبینیم، دوباره برمیگردیم از بخش توزیع جوایز است، با هم ببینیم، زود برمیگردیم. مرحبا 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 چراغلی زمون کلی تسالار محترم چراغلی زمون کلی تسالار محترم گلونا غوڑو دتا پلار محترم گلونا غوڑو دتا پلار محترم ستا سوری دی زمون گلا سرون نورک نشی ستا سوری دی زمون گلا سرون نورک نشی
نشی ساسیون دی زمونگ لسرون نورک نشی جوندی دی رب لراز مونگ دپار محترم جوندی دی رب لراز مونگ دپار محترم درود مجدد. بسته تصویری از قهرمانی تیم فوتبال پورتو بود که از سوی مقامات هم استقبال شدند. آمده بود مسئولان اداره ورزش افغانستان در دیدار پایانی و او رقابت ها را از نزدیک بیننده بودند. قاری صاحب، کدام حرف و پیامی باشد میشه که از دوربین های ملی و ملی اسپورت به گوش مسئولان و وزارت مربوطه برسانید؟ خب، من یک تشکری بسیار خاص میکنم از جناب شخص وزیر صاحب دفاع بسیار خوب. جناب مولای صاحب محمد یعقوب مجاهد که همیشه حامی جوانا و ورزشکارا بوده، علل خصوص تیم ما. بله. و جناب ایشان یک الگوی بسیار خوبی هستند برای مسئولین کشور که اونها هم بیاین جوانا و ورزشکارا را تشویق و حمایت کنند تا شبه که جوانای ما دیگه پناهنده نشن به کشورهای همسایه و یا غربی. نه تنها مسئولین کشور، از تجاران ملی، از سرمایه گذاران و تمام کسایی که در رأس حکومت هستند، این تقاضا را داریم. بله. و جدا از او، از خود حکومت می‌خواهیم که به طور جدی فوتبال کشور را حمایت کنند، به خاطری بله. که فوتبال کشور واقعا در خطر نابودی است واقعا. بله. یعنی قسمی که من پیشترم اشاره کردم، تقریبا یک سال میشه این مردم هیچ نوع معاشی ندارن، مگم با وجود از او هم جناب حافظ احمد جان زدران معاون فنی المپیک واقعا عاشقانه و دلسوزانه زحمت میکشه به خاطر فوتبال و فوتسال کشور. بله. و نیاز به حمایت دارن این مردم، حمایت شوند تا فوتبال ما هم به مثل فوتسال در بازی های آسیایی و حتی جهانی اشتراک خوب و موفق داشته باشه. بسیار تشکر. بیاد بسیار یک پیام جامعه و کامل. قاری صاحب، مصطفی جان، کدام پیامی باشه همیشه برسانید به گوش مسئول؟ من نه تاسی نه از ما پیام هم داده چه لومړی سر که خور ز منندوی آمده جناب وزیر صاحب نه سه موږ تشویق کړلو او زموږ تیم حمایت که نو ان شاء الله ز دا غواړم چې پاینده کې هم موږ یوازې پرنی دی او خپل حمایتونه یعنی موږ سره لا نور هم حمایت وکړي او همداسې نورو وزارتو ته زه دا پیام لرم چې هغوی هم کوشش بدی وکړي چې یو ورزشي بله. او ورزشي ټیمونه ولري، نه یوازې په فوټبال په برخه کې، په والیبال، په فوټسال او همداسې نور. نو او ځوانانو ته مې دا پیام ده چې یعنی حداقل کوشش بدی وکړي چې ورځنۍ برنامه کې یو نیم ساعت یا یو ساعت دوی باید د ورزش پلان یا برنامه ولري. بله، بسیار یک پیام خوب جامع و چه خوب است که در پلانهای روزمره خود نه تنها مسئولان بلکه افراد عادی هم یک تقسیم اوقاتی بسازن و ورزش برای 10-15 دقیقه جا بتنده. عبداللطیف جان، کدام پیامی باشد؟ دو شبکه ملی افغانستان، ملی و ملی سپور در اختیارت است. تشکر میکنم از شما. پیام ما برای یک تشکری خاص از وزارت دفاع میکنم که همیشه همکار بودن با تیم اردو و دیگه تیمایی که فوتبال میکنن و پیام ما برای وزارتایی که همکار نیستن، استعدادهای زیاد از افغانستان، استعدادهایی داریم که میسی و رونالدو شاید او استعداد نداشته باشن، فقط همکاری میخوایم که دستشان بگیرن و اونام استعدادهای هستن، گفتم که رشد کردنشان فقط نیاز به همکاری داره. بله. و وزارت ها و کسایی که اونا میتونن همکاری کنن، فقط پیام ما برشان اینه میست که بیاین و دست استعدادهای ما رو بگیرن که با مثل سایر کشورهای دیگه بازیکنهایی داشته باشیم که تو روز نگوین میسی و رونالدو، روز بگوین
اون نام از بازیکنهای خود ما را بگیرن. بله، بسیار یک پیام خوب. انشالله که اتفاقات رخ بده و شما هم به بقیه اهدافتان در زندگی برسیم. چه خوب است که استعداد یابی بشه، استعدادها صیقل داده شود تا اینکه ما در بخشای مختلف تیم قوی داشته باشیم. و این ترتیب ما هم میرسیم به پایان یکی از دیگر برنامه های افتخار. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند منان و بنیاز میسپارم. همچنان بقیه برنامه های ملی و ملی اسپورت نیز بیننده باشید.